بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با محمد گال خلومی سرپرست وزارت انرژی و آب آقای خلومی سلام با شما خوش آمدین به برنامه بسیار تشکر در مورد این پروژه ها میشه بیشتر برای ما بگوین که این پروژه ها در کدام بخش ها مشخصن بسیار تشکر بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما به بیننده عزیز تلویزیون وزارت انرژی و آب برای مدیریت آب های کشور هم برای ذخایر آب هم برای بازسازی کانال و تحکیم سواحل دریا برنامه‌ای زیاد داره که امروز خوشبختانه ما دو بسته پروژه را به قرارداد گرفتیم که ده پروژهش از کمک های بانک جهانی هم چون شما فرمودین به ارزش 288.5 میلیون افغانی و یک پروژه هم به کمک بانک انکشاف آسیایی که 15 13.8 میلیون دلار است تقریبا 14 میلیون این پروژه ها نه تنها مدیریت بهتری آبها را میکنه بلکه ایجاد شغل برای یک تعداد از های ما برای مستقیما وقتی که پروژه تطبیق میشه خوشبختانه تمامی پروژه با کمپانی افغانی قرار داده شده و این مقدار پولی که به اینا پرداخت میشه در داخل کشور به مصرف میرسه قرار است آب های کشور چگونه مدیریت شود چیکونه پروژه ها قرار است عملی شود بسیار تشکر ما برای مدیریت آب افغانستان شما بهتر میفهمید که تغییرات اقلیم خشکسالی های متواتر باعثی شد که ما در مدیریت آبها باید بازنگری کنیم ما بیشتر روی این تمرکز کردیم که چطور سیلاب ها را مهار کنیم شما میدانید که به شکلی تکنیکیش بیشتر آبهای ما به شکل بارندگی های برف ها در کوه بلند ذخیره می که متاسفانه با تغییرات اقلیم بیشتری آل به شکل باران می و او هم در موسمی می که اصلا موسم بارندگی نیست مثالش مثال است شما ببینید در این ماه میزان ما اولین بار است که به شدت بارندگی را داریم از خاطر ما برای ساختن بندهای کوچک دست اقدام کردیم که چطور سیلاب ها را در بند های کوچک مهار کنیم در و نقاطی که میبارند ولی این پروژه که امروز امضا شده بیشتر برای بازسازی کانال هاست که با تکمیل شدن این پروژه حداقل 2000 هکتار زمین زیر کشت قرار میگیره و, و هفت هزار خانواده از این مستفید میشه مستقیما زارین در ده پروژه اولی و پروژه آخری ما یکی از پروژه بسیار مهم ما در ولایت قندوز است که کانال شاروان دشتر چی میگیم ما یکی از بخشاش که 222 دو, دو کیلومتر است با کمک بانک انکشاف یاسی امروز قراردادش امضا شد که با تکمیل شدن این پروژه پانزه هزار هکتار زمین در ولسوالی دشتیارچی و ماورای شاروان برای کشاورزی آماده میشه در مورد کانال ها شما گفتین که دو هزار هکتار را در بر میخوایم بدانیم که در کدام ولایت های افغانستان هست و برای کدام ولایت ها اولویت داده میشه ما اصلا تمام پروژه های ما را افغانستان شمول ساختیم یعنی ما اما سیاست انکشاف متوازن در نظر گرفتیم ای پروژه‌ای که امروز قرارداد امضا شد در ولایت قندهار، در ولایت کنار، ولایت ننگرهار است و پروژه آخری که امروز عرض کردم در ولایت قندوز است. ولی در کناری ای که این پروژه مدیریت آب‌های سطحی را در بر می گیره، چهار پروژه دیگه ما مدیریت های زیرزمینی است. شما بهتر میفهمین که باز هم تغییرات اقلیم، خشکسالی‌های متواتر، تجمع نفوذ، ساختمان‌های غیر میاری متاسفانه باعث شده که آبهای زیرزمینی ما هر ساله با پایین میره بیتر مثال شهر کابل است ما از چهار سفره آبی که در شهر کابل داریم سفره خیرخانه است افشار است علاودین و دریای لوگر که در بگرامی است متاسفانه دو سفری آبی ما در حالت خشک شدن است دلیلش است که منابعی که این آبها را تزریق میکند دوباره مثل چمن ببرک مثل چمن قلابچکان و همچنان پارکایی که بود متاسفانه همش یا اسفالت شده یا سمنت شده یا امو ساحه دیگه وجود نداره و همچون تجمع نفوس حالا برنامه های وجود داره برای اینکه تو ساحات را دوباره بتونین بسازین تا ما بتونیم آب‌های زیرزمینی داشته باشیم اجازه بدین اول ما تکمیل کنم که ما فعلا برای جمع کردن ارقام چاهای پیزومتریک یا چاهای اندازه‌گیری را افرو میکنیم و امروز ما در چهار ولایت دیگه در کابل قبلا ما قرارداد امضا کرده بودیم حدود 100 در کابل آفر میشه امروز برای ولایت شهر مزار شریف بر شهر قندار شهر جلالباد و فرا خصوصا فرا یکی از ولایاتی است که متاسفانه ما چند سال شما خودتان تلویزیون طلو تبلیغ میکردیم که بهترین گرین هاوز های افغانستان در فرا ساخته شده و بهترین زراعت در فرا متاسفانه با کدام قیمت بیشترین آب زیرزمینی با سولار واتر پمپ در این گرین استفاده شده بود از اون خاطر سطح آبای زیر زمینی فرا پایین نشست کرده بود با حفر ما میتونیم اما ارقام و اعداد جمع کنیم شما بهتر میدانید که مدیریتی هر نوع برنامه بدون ارقام و اعداد دقیق نمیشه که شما برنامه ریزی کنید بعد از اینکه ما ارقام جمع میکنیم راههای بیرون رفت شده در نظر. مثلا در برای کابل برای بیرون رفتی دو موضوع رو ما در نظر گرفتیم یکی استفاده از آبهای سطحی برای آب آشامیدنی شهر کابل دوم جلوگیری از خود استفاده غیر مؤثر از آب مثلا ما برای مدیریتی که آب اسراف نشه اول تشکر میکنیم بعض مطبوعات به شمول تلویزیون طلوع بعض وقت تبلیغات رو که میکنن رسانی میکنن برای اسراف آب مثلا نباید موتر شویا در شهر کابل وجود داشته باشه به واسه میتونه بیرون از شهر کابل نزدیک دریا باشه برای راه دومش تزریق مصنوعی است ما برنامه داریم که چطور آب تصفیه کنیم و با سفرهای آبی که قبلا از او برای آبایش میدینی شهر کابل استفاده میشد این کار ما برای اندازگیری آبهای شهر مزار، شهر جلال قندار و فراست. استفاده شما از آمار گفتین که تا آمار وجود نداشته باشه در این زمینه نمیتونه برنامه ها عملی شون. آیا در گذشته، در سال‌های گذشته این آمار وجود داشته؟ برای شهر کابل تقریبا به کمک کشور ژاپن یک سروی شده بود و همین سفره آبی که به پیشتر عرض کردم او نقشه برداری شده بود عین نقشه برداری ما می خواهیم بعد کمک متخصصین خود ما خوشبختانه وزارت انرژی متخصصین جوان زیادی دارن که اکثرا مستری گرفتن در آب از کشور جاپان و سایر کشورها ما از طریق متخصصین خودمان ما با کمک همکارای بین المللی ما که بانک جانی بانکینگ شافی آسیایی اف سایر ادارات است برای آمارگیری از آبای زیرزمینی و مدیریت آبای زیرزمینی به خاطر که آبای زیرزمینی تنها برای این نسل نیست برای نسل های آینده هم هست و این آبای زیرزمینی آبهایی است که صدها سال وقت گرفته تا ذخیره شده ای سفره آبی و یک دفعه ای ما نمیتونیم که همیشه در یک نسل مصرف کنیم میشه از پروژه های بزرگ در زمینی مدیریت آبها بر ما بیشتر بگوین که در بسیاری از موارد انتقاد ای وجود داره که آبهای افغانستان به کشورهای بیرونی میرزه و ما نمیتونیم از آبهایی که در داخل افغانستان است استفاده بهینه بکنیم متاسفانه ب یک طرف سکه همیشه دیده میشه و میگن که آبهای افغانستان مهار نمیشه در طرف دیگه این سکه مثلا میاله، بند پاشتان یکی از بندهایی است که ما ماهار آبهای سیلابی هرات می کنیم. مثلا بند کجکی بندی است که امروز ما ذخیره او را بالا میبریم نه تنها برای تولید برق بلکه به ذخیره آب. مثلا ما بند کمال خان کار جریان داره. برای آب شمیدنی کابل بند شاتوت یا للندر جریان داره. ببینید بندسازی به او سادگی هم نیست که مردم عام افغانستان یا مردم عام صحبت میکنن با احترام و صاحب نظرایی که نظر میتن کشور هم رو ببینین بعضی وقتا مهار آبها باعث مشکلات محیط زیستی مشکلات اجتماعی میشه بهترین مثالش کشور همسایه ما شما ایران است یعنی بیشترین ها در ایران ساخته امروز یک فاجعه محیط زیستی و فاجعه اجتماعی هم دارن ما سنجیده و به قدم میگذاریم و پیش میریم ولی بندایی هم داریم مثلا بندایی برای تولید انرژی برق که ما آماده برای سرمایه گذاری هستیم ولی اگه... هم در قسمت انرژی برق و ساخت این بندها کمبودی ها وجود داره مخصوصا انرژی برق که انوز مردم افغانستان و حتی کابل نتونستن که برق کافی دقیق. داشته باشن اگه اجازه بدین ما تماس در قسمت انرژی برق هم بگیرم وزارت انرژی آب آیسا میره به مو پوزیشن اصلی خود ساختار پالیسی و ایجاد اداره تنظیم خدمات برق ما مثل که در قسمت مخابرات ما اداره رگولیتری داریم اداره اطرا داریم ما عین اداره را مطابق به قانون خدمات برق که مصوبه این سال 2015 پارلمان افغانستان است ایجاد کردیم و جذب سرمایه گذاری خصوصی شما ببینید تا وقتی که ما مارکت برق افغانستان را بر روی سکتور خصوصی باز نکنیم هیچ وقت افغانستان صاحب برق نمیشه هر خانواده افغانستان خوشبختانه ما برنامه‌ای موفق داشتیم ما پنج پروژه که به کمک بخش سکتور خصوصی امی که ما شما صحبت میکنیم دو پروژه در حال بهرهبرداری است پروژه سولار قندهار است این به کمک مشارکت عامه و خصوصی بر بحر برداری ما چهار پروژه دیگر هم در حال زیر ساخت داریم پروژه تولید برق از منابع گازی افغانستان در مزار شریف و شبرغان و پروژه کجکی ما بیشتر حال رو آوردیم به طرف جذب سرمایه‌گذاری خصوصی بعد تولید از منابع داخلی ما فرض خدا منابع سرشار انرژی قابل تجدید داریم هم باد و هم خورشید در قسمت این پروژه ها اشاره کردین آیا منظور شما از پروژه های برق خورشیدی هست که پلانش وجود داره که باید در کابل همی عملی شود تنها بر خورشیدی ما سه بند آبی را هم آماده ساختیم برای جذب سکتور خصوصی ما سه نو بند داریم بندای یک منظوره برای آب است که به او هیچ وقت سکتور خصوصی حاضر نمیشه سرمایه گذاری کنه بندای است که برای آب و برق است و بندای است که تنها تولید برق میکنه ما سه بند بند باغدره است که در حدود 300 مگاوات برق تولید خواهد کرد بعد سرمایه گذاری که در کاپیسا هست نزدیک پنچیر بند سروبی دو هست که پایین سروبی یک ساخته خواهد شد که 180 مگاوات برق تولید خواهد کرد و بزرگترین بندی که ما آماده سرمایه گذاری ساخته ایم بند قلعه مامای در دریا کوکچه هست که با 445 مگاوات برق تولید خواهد کرد اینا ببینید اگر انشالله شرایط امنیتی بهتر شود مارکت انرژی افغانستان یک مارکت 6 تا 7 میلیارد دلاری هست ای پول نه دونر میده و نه ای پول ما دولت افغانستان داره بهترین راه مشارکت عامه خصوصی است چون تجربه جهان نشان داده شما اکثر کشورها را ببینید الکتریفیکیشن یا برق رسانیشان وقتی شده که سکتور خصوصی با او داخل شد. آقای خلومی حالا آنچه که برای مردم افغانستان خیلی مهم است این است که این پروژه ها بتانه برشان نتایج که اونا خواست داشته باشه مثلا در قسمت ایجاد شغل، در قسمت مهار آبها، در قسمت برق همه اینها آیا این پروژه ها مدت زمان را که مد نظر گرفته شده با سنجش از او گفته میتونیم در چند سال آینده میتونه این پروژه ها چون این توقعات مردم را برآورده بسازه ببینید نیازمندی افغانستان و مهار آب ها و همچنان تولید انرژی برق کارای شده مثلا در قسمت مهار آب ها ما بیشتر از بند بندای بزرگ زیر ساخت است بندایی که از نگاه محیط زیستی از نگاه مشکلات اجتماعی مشکلاتش حل شده و های بزرگ دیگه هم زیر سروی قرار داره که همونطور که عرض کردم ما در آینده با مشکلات بزرگ محیط زیستی و اجتماعی دچار شویم برای هر بند حداقل ساختارش 4 تا پنج سال وقت میگیره و یعنی به ای سادگی هم نیست ولی در قسمت برق کارایی که صورت گرفته حداقل ما شبکه ملی افغانستانه 24 ولایت افغانستان هم حالا به شبکه ملی وصل شده بعضا صحبت میشه که چرا ما همیشه برق وارداتی رو بحث میکنیم جهان به طرف اتصال منطقی میره یعنی مثل که دیگه تکنولوژی ها جهان رو به هم وصل کرده انرژی برق هم با همدیگر وصل میشه یعنی ما نمیتونیم بافته ای جدا بافته از دنیا باشیم؟ ولی کشورهای دیگر سرمایه گذاری میکنن بر تولید برق و صادر صادر کردن این برق به کشورهای دیگر ولی ما هنوز آب داریم م. و ظرفیت ها وجود داره ولی ما نتونستیم که حتی به اندازه داشته باشیم که ما خود به جوابگوی نیازمندی های داخل کشور ما باشیم. ما روان هستیم با منطرف. من طرف من یک مثال میتونم برای شما برنامه 2000 مگاوات سولار وقتی که ما اعلان کردیم فکر نمیکردیم 57 کمپانی علاقه مندی میگیرن و از نو کشور جهان امروز اولین بستهش آماده سرمایه گذاری هست که تا ختم امی ما وقت خواستن کمپنیا ها مگاوات سولاری که در اصار شاهی جلال آباد هست او به قرار داد میتیم پشت سرش چل مگاوات دیگه در هرات است به قرار داد میتیم سکتور خصوصی حاضر است. یک چیز دیگر همه در... یزیر و شرکت های خصوصی به پیش خواهند بله. داخل بله. بله. و ب... اونا تولید برق میکنن و داخل افغانستان خریدار برق هم دولت افغانستان از طریق شرکت برشنا شرکت خواهد بود و همچنان ما سر انرژی بادی هم چرا ما به این دو انرژی بیشتر توجه میکنیم به خاطر که ساختنی سولار فارم ها یا مو نیروگاه های خورشیدی وقت کمتر را بگیره موازی به این سر بند های هم کار میکنیم موازی به این با اتصال منطقوی هم کار میکنیم در قسمت اتصال منطقی آقای خلومی حالا یکی از موارد کمواره آقاهان امور اقتصادی این مورد را رویش شاره میکنن این است که هزینه را که ما در قسمت وارد کردن برق در کشورهای دیگر از کشورهای دیگر هزینه می آیا با این هزینه نمی در داخل افغانستان بنهایی را ایجاد کرد که بتونه همون مقدار برق را تولید بکنه ببینیم بر تولید برق شما دو تا انصار کار دارین یک سمنت و دوم فولاد وقتی که ما برق وارد نکنیم فابریکای سمت ما فعال نشه و فابریکای فولاد ما فعال نشه و همه چیز از بیرون وارد کنیم هزینه ساختن یک بند قیمت تمام میشه بهترین مثالش به کشور همسایه است مثلا کشور تاجکستان، اول بندای کوچک خود ساخت بعد از رفت فابریکای سمت خود فعال کرد دوم فابریکه تولید سیخ فولاد یونایت خود فعال کرد و امروز راغونه میسازه که 3600 مگاوات ظرفیت داره یک وقتی ولی با برق وارداتی ما میتونیم که این نیازمندی ها را پورا بسازیم با توجه به اینکه بخش خصوصی هم وارد انتقاد میکنن آنچه در ما تولید میکنیم بنابرای که ما در داخل افغانستان برق نداریم برق وارداتی هست بر ما هزینه بیشتره اینجا تنها مسئله برق وارداتی نیست مسئله ساختن شبکه ملی برق افغانستان هم هست هم در نظر بگیریم وقتی که ما و لاین برق از مزار تا به کابل میاریم وقتی از کابل میره تا به خوست و گردیز و این طرف میره تا قندهار است تا به هرات تا وقتی که ما مسئولیت انرژیتیکی هم نداشته باشیم یکی از مشکلات که امروز در کابل است مسئولیت انرژیکی است به این معنی است که تمام برق ما از یک مسیر میاد. ما طرفداری هستیم برق از دو مسیر بیاید بعد از او وقتی که شبکه ملی ساخته شد تولید داخلی ما هم داخل شبکه باید بسازیم در وقت ما میتونیم به خودکفایی برسیم در قسمت بودیجه وزارت انرژی و آب میخوایم بدانیم که تا چه حد بودیجه را مصرف برسن. سوال خوب کردین ما به افتخار میگم که در سال مالی گذشته ما 94 فیصد بودجه انکشافی خود تکمیل کردیم برای اولین بار که آخرین باره که وزارت انرژی و بودجه خود مصرف کرده بود 68 فیصد بود و تا فعلا که ما در رابطه سیوم مالی قرار داریم 64 فیصد مصرف کردیم ما الحمدلله در مصرف بودجه انکشافی ما همونطور که میبینید ما تقریبا هر ما چندین پروژه را امضا میکنیم بسیار جدی هستیم یعنی به خاطر تا وقتی که بودجه مصرف نشه تا پروژه تکمیل نشه با ما اهدافی که شما عرض کردین نیازمندی و آب و انرژی دو نیازمندی حیاتی کشور ماست زیر ساخت زیر ساخت ها انرژی هست و زندگی با آب پیش میره و در قسمت برقی که سولاری هست که قرار است عملی شویی پروژه در کابل و دیگر ولایت ها چه زمان آغاز میشه این عرض کردم که اولین چون که برق خورشیدی امتیازاتی هم داره و نواقصی هم داره امتیازش این است ای که روز تولید میشه و به شبکه تزریق میشه از طرف شب نمیشه امتیازش این است ای که ما به هر اسکیل که خواسته باشیم ما میتونیم از یک مگاوات شروع کنیم تا 100 مگاوات هیچ کدام قیدی زمانی و مکانی و اینا نداره ولی شبکه ما باید متوازن به با او پیش بره اولین بسته شما تو که کردم در قرارداد هست نو کمپنی علاقمندی گرفته بر سرمایه گذاری چل مگاوات است در حصار شایی در ختم می مای سوی ما وقت تمدید وقت خواسته بودن وقت دادیم برشان و به قرارداد میشه و برنده اعلان میشه و قرار از در سال آغاز شاخص بله 100 فیصد و بسته دوم بسته است که به با کمک بانکینگ جهانی از بخش ایف سی نام سکلنگ سولر در هرات ایجاد شود و همزمان با این 25 مگاوات هم از بادهای هرات این باید بفهمیم که یکی از مناطق بسیار غنی از انرژی بادی ما غرب افغانستان است ما در مجموع نیازمندی ما ببینید 6000 مگاوات است ولی ظرفیت ما تنها انرژی خورشیدی بادی ما 67000 مگاوات است ما امیدوار هستیم یک روز افغانستان و حتما میشه نه تنها خودکفا شود که صادر کننده در قسمت پروژه های توسعه چه چه کارهایی صورت گرفته و این پروژه ها تا چه حد پیش رفتن تا چه تغییرات در زندگی مردم آوردن ادقل ما دو پروژه بر ایجاد شغل و تغییر زندگی اهالی روستاها به سر دست داریم یکش تحکیم سواحل با تکنولوژی محلی هست, با که با هست که ما پروژه گبیون میگیم به این معنی است که ما جالی گبیونه از خارج وارد میکنیم با اهالی و قریه و محل قرارداد میکنیم اونها از مواد محلی خودشان و با قراردادی خودشان شوراهای محل در اوجه مصروف هستن ایجاد شغل کردیم و دومش پروژه آمار هم داریم که به چند با فیلن تعداد؟ فیلن سه فازی پروژه جریان داره آمار دقیق شمی لحظه باید من نیست ولی فازه بعدیش ما جریان داره که سواحل دریا هم به خاطر جلوگیری از سیلاب ها و هم ایجاد شغل محلی کار میکنه و در قسمت انرژی هم ما مثلا پروژه داریم که در کنار مثلا تولید انرژی برای انتقال انرژی از ترکمنستان به پاکستان یک کمپانی ترکیه با ایش قرارداد کردیم که در حدود یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. ای همش با این میشه که تغییر اقتصادی هم در جامعه و ایجاد شغل هم شود و از نگاه خودکفایی انرژی ما تبدیل شد. و در این قسمت تا چه حد شوراها که واقعا موثر واقع شوند؟ خوبیشی است که ما تمام صلاحیت دادیم به ولایت های مربوطه در سی چار ولایت پروژه تطبیق شده رئیست و نظارت هم از طریق خود ولایت و شورای شورای مربوطه و ریاست های اوزای دریایی ما میشه و چی اطمینان بر مردم داده میتونه این در این زمینه که واقعا قرار است آنچه رکونا توقع دارن تغییرات در زندگیشان واقعا در یک سال یا دو سال اخیر حداقل تغییرات کوچک به وجود بیاد ببینیم کشور باز کشور زراعتی است وقتی وقت کانال ساخته میشه من امروز عرض کردم براتون دو پروژه‌ای که در دو بسته پروژه که ما براتون عرض کردم حداقل 2000 هکتار زمین زیر آبیاری در یک پروژه و 15000 هکتار زمین در پروژه به وجود میاره خودی باعث تغییر اقتصاد کشاورزی میشه و اقتصاد کشاورزی بخیر نه سر صد کشور تغییرات میاره ممنون از شما محمد گال خلومی سرپرست وزارت انرژی و آب از حضورتان در برنامه تشکر از شما